یک نکته دیگری که در دنباله اون مسئله مطالبه دانشجویی عرض می‌کنم این است که مطالبه کردن با دشمنی کردن فرق داره. اینی که ما گفتیم گاهی اوقات معارضه با مسئولین کشور نشه، که الان هم همین رو تاکید میکنیم، معارضه نباید بشه، این به معنای انتقاد نکردن نیست، به معنای مطالبه نکردن نیست. در مورد رهبری هم همینجوره. این برادر عزیزمون میگه که ضد ولایت فقیه رو معرفی کنید. خب ضد معلوم معناش چیه؟ ضدیت یعنی پنجه در افکندن، دشمنی کردن، نه معتقد نبودن. اگه بنده به شما معتقد نباشم ضد شما نیستم، ممکنه کسی معتقد به کسی نباشه. ضدیت کردن نه نخیر، اعتراض به سیاست های اصل 44 ضدیت با ولایت فقیه نیست، اعتراض به نظرات خاص رهبری ضدیت با رهبری نیست، اعتراض دشمنی نباید کرد. خب دو نفر طلبه فلو هم دیگه می نشینن، خیلی هم با هم رفیقن، خیلی هم با هم با صفان هم درس هم هستن، مباحثه میکنن، حرف هم دیگه رو رد میکنن، این حرف رو رد میکنه، اون حرف این رو رد میکنه. رد کردن حرف، این به معنای مخالفت کردن، به معنای ضدیت کردن نیست. این مفاهیم رو باید از هم جدا کرد. نه، بنده هم از دولت ها حمایت کردم، از این دولت هم حمایت میکنم، اینم به معنای این نیستش که همه جزئیات کارهایی که انجام میگیره مورد تأیید منه، یا حتی از اونها من از همش اطلاع دارم. نه، لازم نیست. اطلاع رهبری از اون مجموعه حوادث و رویدادهایی لازمه که به تصمیم گیری های او، به جهت گیری های او و به انجام تکالیف و وظایف او ارتباط پیدا میکنه. نه اینکه حالا از همه چیزهایی که اتفاق میفته در محیط دولت و محیط کار وزارتخونه ها اینا باید حتما رهبری مطلع باشه. نه، نه لازمه، نه ممکنه.